یو وات ایز اپ گایز، خوش اومدید به کانال آروین وای. بچه ها براتون یه ویدیو آوردم، وای اصلا خودم هم هیجان زدم برای این ویدیو. ویدیو درباره هوش مصنوعی 100%، خیلی هاتون راجبه شنیدید، خیلی هم نشنیدن. امروز زیرشاخه های این کمپانی اوپن ای آی رو براتون آوردم، یکیش که چت جی پی تی معروفه که همتون 100% شنیدیم راجبش، اونکی هم دالی هست که ایلان ماسک و یه سری آدمای دیگه درستش کردن. امیدوارم خوشتون بیاد، ویدیو رو تا آخر ببینید، برای دوستاتون بفرستید. بدون معطلی Let's get started. با بچه ها این صفحه اصلی چت جی پی تیه، من لوگین کردم، الان آماده است که بریم سوالا رو ازش بپرسیم. خب اول از همه بذار بپرسیم ببینیم که خودش راجع به خودش بهمون بگه. یا سلام، من چت جی پی تی ام، یه مدل زبانی دیگه دیزاین شده به سوالاتتون پاسخ بدم. و میگه که ای آی منو کریئتر ساخته و به چندین تا زبون مختلفم مثل این که داره. و میگه به عنوان یه مدل هوش مصنوعی من وجود خارجی ندارم و احساسات و زندگی شخصی و تجربه ندارم، ولی میتونم کمکت کنم، بهت جواب بدم چیزا، اگه تسکی چیزی داشته باشی، اسایمنت داشته باشی، کمکت میکنم و این چیزا، این داستانا. حالا ببینیم چی کار میتونه بکنه، یکم به چلنج بکشیمش. گفتم که یه دونه نامه به رئیس جمهور لهستان بنویس، ببینیم. پوف واقعا داره مینویسه، یعنی چی؟ خیلی عجیبه، مگه میشه؟ چقدرم داره مینویسه؟ نامه چی داره مینویسه عزیزم؟ بسه، واقعا نوشت، باورم نمیشه، نامه کامل نوشته، اینجا 100 خطه، من میشه جوری الان بخونمه؟ هیچی دیگه، همین اطلاعاتی که راجب لهستان داره رو اینا اومده به قول معروف واسه رئیس جمهور نوشته. ولی دمش گرم، واقعا دمش گرم، چه چیز باحالی، نامه نوشت کامل، یعنی شما میتونید راحت به این بگین که اطلاعات کافی بدین، چه جور نامه میخواین اصلا مینویسه دیگه. بریم سوال بعدی، اصلا چی بگیم؟ واسه نوشتم که این هوش مصنوعی میتونه ما به یک کی کریپتو ترید کنیم. نوشته که هوش مصنوعی میتونه کمک کنه با ترین کردن به آنالیز کردن مارکت و اینا و پیشبینی کریپتوکارنسی، ولی این دقیق نیست، مثلا این آینده رو پیشبینی نمی کنه، دقیق نیست. یعنی میگه بر اساس تریدینگ سیستم آنالیز میکنه و بر اساس این پترنا و اینا، میگه که در کل میتونه کمک کنه، ولی اینا بر اساس یه دیتا و داده و اینان و شما نمیتونید تصمیم، نباید یعنی تصمیم بگیریم که با هوش مصنوعی بخرید و بفروشید و اینا، ریسکا رو حتما باید در نظر بگیرید و این داستانا. میگه در آخر شما میتونید کمک بگیرید از AI برای پیش بینی کردن، ولی گارانتی نمیده که حتما ترید موفقی داشته باشیم. خیلی باحال بود. بذار ببینم به فارسی میتونیم از این چیزی بپرسیم. Can you speak Farsi? Yes, I can understand and generate text in Farsi. چیه سوال فارسی بپرسم مثلا؟ خب یه سوال ازش پرسیدم که آدم فضایی وجود داره فارسی و نوشت. تاکید میکنم که شواهد قطعی و علمی درباره وجود زندگی خارج از کره زمین و فضایی وجود نداره. با این حال موجود فضایی در واقع فیلم ها و کتاب و تخیل به صورت خیالی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در حال حاضر با این شواهد قطعی وجود نداره دیگه. بذار یکم بیشتر به چالشش بکشم، بگم که یه جوک بگو. واسه نوشتم یه جوک بگو ببینم میتونه. چرا پای پرنده ها خیلی بلند هست؟ جواب، برای اینکه گردنشون کوتاهه. What؟ این جوک بود؟ چرا پاهای پرنده ها خیلی بلند است؟ برای اینکه گردنشون کوتاهه. اینو یکم دیسپوینت کرد منو. جوکش که زیاد باحال نبود. بریم یه سوال دیگه بپرسیم. دوج کوین مال ایلان ماسکه. ایلان ماسک شرکت تسلا و این بنیانگذار اسپیس تسلا بیش از یک بار در توییتر به موضوع دوج کوین اشاره کرد و به اون طرف قابل توجه دوج کوین شناخته شده و بعد از نظرها یک غیر مستقیم مستقیم آها اوکی تاثیر داره.
اما توجه این که دوچ کوین هیچ ارتباط رسمی به شکل ایران ماسک نداره، مسئولیت در قبال اصلاح نظرهای او در این ارز دیجیتال ندارد، که در هر صورت تاثیر ایران ماسک در جذب توجه به دوچ کوین افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران با آن نبود. در کل چیز خیلی باحالی بود این چت جی پی تی. حالا بریم سراغ این دال‌ای ببینیم این چجوریه. این دال‌ای اینجوریه که شما بهش هر چیزی که بگین و براتون یه چیز شبیه به اونو در همون لحظه نقاشی میکنه. یعنی این نیستش که مثلا از گوگل و این چیزا بیاد براتون عکس بذاره، خودش همون لحظه کرییت میکنه. یعنی خیلی چیز باحال درست میکنه واسه همون لحظه. من اینو خیلی بیشتر از چت جی پی تی اکسایتد بودم که ببینم چه جوریه، چون که یه چند تا ویدیو دیده بودم خیلی باحال بود. واسه چه باحال بنویسیم ببینیم. یکم اول کاری سخت شروع کنیم ببینیم چیکار میکنه. نوشتم گربه ماهی پلیس به چه سرعت چی شد؟ این که باید گربه ماهی آورد. اینم که نه چیز جالبی نشد، نتونست اینو در بیاره. اوکی زیادی هم سخت بود آخه. حالا ببینیم مثلا بادمجون دندون پزشک شاید جالب بشه. ایک پلانت دنتیست شاید یکم سخت بود اولی، خیلی سخت بودم نتونست چیز بالی در بیاره، ولی خب واو چقدر باحاله این، چقدر باحاله این. این خیلی باحاله، مثلا این اصلا عالیه و چه جالب. میتونی انجا دانلود هم بکنینش. حالا یه چیز دیگه سرچ کنیم. سرچ کردم دنیا در صلح، ببینیم چی میاره. ای بابا چرا اصلا نمیتونه چیزایی که من میخوام رو بهم بده. خب بذار یه چیز دیگه سرچ کنم. after life، زندگی بعد مرگ. بابا اصلا نمیتونه، این کار این نیست. بذار به فارسی راستی میتونیم اینجا چیزی بنویسیم. مثلا مینویسم ابر خوشحال. مثلا واقعا داره کار میکنه، یعنی اگه اینو درست بکنه خیلی چیز بالی که به زبونهای دیگه هم بتونه. چی؟ این که اصلا یه چیز دیگه هست، این اشتباهه. نه نتونست، نتونست زیاد به فارسی اوکی نیست. خب بذار یه چیز بالتر بنویسم. مثلا بنویسم زدم مثلا خرس پرنده، ببینیم چی میاره. میتونه یا نمیتونه. آه خرس پرنده آورد، خیلی بال. اینکه بال داره اینم مثل اینا خرس معمولی. هیچ مثلا میخوام بنویسم تهران این 1920، این تهران سال 1920 چی میاره. یه بعید میدونم اینقدر دقیق بتونه بیاره. واو واقعا آورد، شوخی میکنی. ولی این تصویر واضحی نیست دیگه، میدونی یه سری مثلا یه تصویرهای خیالیه مثلا، ولی خب فهمید که مثلا یه جا رو شبیه تهران آورده، کوپایی هم هست و قدیمیه دیگه. حالا بذار مثلا بنویسم ورسو این 1850 1850 ورشو، ببینیم چی میاد. واو 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 واقعا خیلی خوبه، شوخی میکنی. یه نقاشی هایی آورده از ورشو، چقدر باحال. اینا خیلی بهتر بود تا اون چیزهایی که اول سرچ کردم. اوکی بچه ها همین بود دیگه. من واقعا خودم انتظار بیشتری داشتم از این دال‌ای، ولی خب خوب بود، در کل خوب بود. همین قدرم که تصویرها رو میگم از اینترنت یه جایی نمیاره، اینا رو خودش همون لحظه میکشه براتون. یعنی این خودش خیلی بزرگه، ولی در کل چت جی پی تی به نظرم یکم پرفورمنسش بهتره. یعنی که شما راحت میتونید برای هر کاری ازش استفاده کنید دیگه، استفاده درست. ولی حالا در کل میگم این قضیه یکم ترسناکه. در کل من خودم خیلی از این همیشه وحشت دارم که این هوش مصنوعی و اینا، بالاخره فیلم ما دیدیم دیگه، بر انسان ها مثلا غلبه بکنن و هیچی دیگه تموم میشه همه چی. ولی واقعا همچین چیزی احتمالش هست، چون خیلی خطرناکه دیگه. اینا مثلا با یه پروگرامینگ اشتباه، نه من که خودم حالا اکسپرت این چیزا نیستم، ولی باز به نظر من خطرناکه. یعنی میشه که بشه خطرناک بشه. نه no. ای گایز این بود از ویدیوی امروز، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر از این جور کانتنت ها دوست داری راجع به هوش مصنوعی و اینا تو کامنت ها بنویسید، براتون حتما میسازم. اتفاقا یه اپلیکیشنی هست که معرفی شده ولی هنوز عرضه نشده به اسم وایس ای آی، که این میتونه صدای شما رو با کمک هوش مصنوعی شبیه سازی کنه به صدای مثلا سلبریتی ها و آدمای معروف و اینا. خیلی چیز باحالیه. من اینو پری اوردر دادم، شما میتونید پری اوردر بدین.
عالیه، یعنی قیمتی نداره. حالا بسته به اون سیستم عالی که استفاده میکنید، من تو iOS از اپ استور ریورده دادم، اسمش وایس ای آی هست و اپریل میاد حتما براتون ویدیوشو میگیرم، چون خودم واقعا هیجان زدم واسه این. لایک و کامنت و سابسکرایب براتون نره، زنگوله رو بزنید که نوتیفیکیشن ویدیو جدید از دست ندید، ویدیو رو حتما با دوستاتون اشتراک بذارید. تا ویدیو دیگه، تیک کیر گایز.